بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنوام فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن مولانا الإمام أمير المؤمنين عليه صلوات المسلمين، وقد رجع عليه السلام من صفین، وقتی حضرت برگشتن رسیدن به قبرستان کوفه. کوفه یک شهر بزرگی بوده. کوفه ابتدا تأسیسش به عنوان یک شهر نظامی در یک منطقه استراتژیک کنار فرات، اینجا شهر تأسیس شد برای اینکه بتوانن اینجا حضور داشته باشن مسلمان‌ها، مقابله با دشمن بکنه. شهر بزرگی بوده شهر کوفه. طبیعتاً به خاطر بزرگی شهر قبرستان هم قبرستان بزرگی بوده. حضرت رسیدن به قبرستان کوفه، ایستادن فاشرف علی القبور به ظاهر الکوفه. ظاهر الکوفه یعنی بیرون شهر کوفه. قبرستون معمولا بیرون شهر بوده چون بزرگ بود. فقال السلام علیکم یا اهل دیار الموهشه. به قبرها شروع کردن و ساکنان قبر شروع کردن سلام کردن. خب ایستادن امام برابر قبور و مخاطب قرار دادن اموات، اونم لحظه ورود به شهر کوفه، همه توجه رو، توجهی که مردم داشتن برگشت به این که ببینن آقا چیکار میخواد بکنه امیرالمؤمنین سلام الله علیه. اونها در فکرشون ملاقات فرزندانشون و اقوام و خیشانشون بود، اما یه مرتبه امام علیه السلام اشرف علی القبور به ظاهر الکوفه و قال السلام علیکم یا اهل الدیار الموهشه والمحال المغفره یا اهل التربه یا اهل الوحده یا اهل القربه انتم لنا فرط سابق و نحن لكم تبع لاحق. این فرازها هر کسی رو به این فکر و به این اندیشه وامی دارد که مآل امرش کجاست. اینا مبانی اخلاق هست. اگر انسان توجه به این مبانی داشته باشه، اساساً جهتگیری های او در زندگی یک جهتگیری های دیگری میشه، شکل زندگی شکل دیگری میشه، زندگی یک صورت دیگری به خود میگیره. سلام بر شما ای اهل دیاری که انسان رو به وحشت میاندازه. انسان قبر رو که میبیند وحشت میکنه.
نه ما چنین هستیم. برای ابن عازب میگوید همراه رسول خدا در مدینه به جایی میرفتیم، گذرمون به قبرستانی افتاد، پیغمبر خدا مشاهده کردند داخل قبرستان، یه عده‌ای اجتماع کردند، معلومه یک میتی رو دارن دفن میکنن، اجتماع تو قبرستون حاکی از این امر هست. میگوید رسول خدا از ما جدا شد، به سرعت آمد به سمت اون جمعیت، منم دنبال رسول خدا رفتم، دیدم که مردم گرد یک قبری جمع شدن، میت رو گذاشتن توی قبر، هنوز لحد چیده نشده، میت رو گذاشتن تو قبر، یه عده‌ای هم دارن تماشا میکنن. عنایت میکنید انسان وقتی اون لحظه داخل قبر رو مشاهده میکند، میت رو میبینه، با خودش حدیث نفس میکند، میگه پایان دنیا اینجاست، انسان اینجا منزلگاهش هست. ایناست که انسان رو میسازه، میدونه دنیا اعتباری نداره، مندگار نیست، سعی میکنه در وضعیت خودش تجدید نظر بکند، خودش رو اصلاح بکند. امام کاظم سلام الله علیه از این قبرستانی عبور میکرد، دیدن یه میتی رو دارن دفن میکنن، آمد جلو نگاه کرد، میت رو تو قبر دید، دو تا جمله فرمود حضرت کاظم سلام الله علیه، فرمود ان شیئا هذا آخره لحقیق ان یزهد فی اوله، دنیایی که فرجامش اینجاست این آخر دنیاست. به قول شهریار راجع به قبرستون میگوید این مکان، یعنی قبرستون، این مکان وادی خاموشان است، این قبرستان، این مکان وادی خاموشان است، این همان عهد فراموشان است. یه چهار سبا میت که از دنیا میره سر قبرش میان گریه هم میکنن، اما اذن قطعت یوما من العیش مدتی فان بکاء الباکیات قلیلو، تمام میشه. فرمود ان شیئا هذا آخره لحقیق ان یزهد فی اوله، دنیایی که پایانش اینجاست، انسان از روز اول بایستی دل نبنده به این دنیا، وقتی دل نبست اخلاقش خوب میشه، رفتارش خوب میشه، کارهاش اصلاح میشه. این یه جمله. جمله دوم فرمود و ان شیئا هذا اوله لحقیق ان یخاف آخره، قیامتی که شروعش از اینجاست، شروع قیامت از اینجاست، القبر حفره من حفر النیران او روضه من رياض الجنه، قبر یا چاله ای از چاله های آتشه یا باقی از باقهای بهشت. فرمود حضرت قیامتی که آغازش از اینجاست، انسان از پایانش بایستی بترسه، وقتی ترسید سعی میکنه خودشو اصلاح بکنه. این که خدای متعال مکرر در قرآن مجید میفرماد اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، به تعبیر یکی از بزرگان میفرمودن که اینقدر که در قرآن سفارش به تقوا شده، به هیچ چیز دیگری سفارش نشده. من یه خاطره ای رو عرض کنم تو این فرصت، خاطره خوبی هست. یادم میاد یک سالی ماه رجب مشرف بودم من مشهد مقدس،
حدود 30 سال قبل، روز ولادت با سعادت آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، 13 ماه رجب. یکی از آیون اهل علم، دوستان مشهدی ما، به من رسید. صبح زودم بود، گفت فلانی روز عیده، روز ولادت آقا امیرالمؤمنینه، نمیخواید بریم یه سرپا خدمت مرحوم حاج میرزی آقای تهرانی رضوان الله تعالی علیه؟ منم ایشون رو ندیده بودم، گفتم مایلم. به اتفاق در معیت ایشون رفتیم منزل ایشون. ایشون دق الباب کرد، در زد، خود مرحوم حاج جواد آقا آمدن پشت در، در رو باز کردن، هیچ کسی نبود، یه اتاق محقری بود. نشستیم تو اون اتاق، ایشون هم نشستن. مرحوم حاج جواد آقا آیت الله میشناخت این آقا رو، من نمیشناختم، یعنی با ایشون تا اون لحظه دیداری نداشتم. ایشون مشغول صحبت شد و یه معارفه انجام شد و روز ولادت بود. نشسته بودیم، یه مرتبه در خانه رو زدن. ایشون هم عادتش این بود خودش در منزل رو باز میشه. مرحوم حاج میرزا آقای تهرانی رضوان الله تعالی علیه یکی از فحول بود و یکی از انسانهای کم نظیر این عصر ما بود. واقعا شخصیتی فوق العاده معنوی بود، هیچ در وجودش هوا نبود، هیچ. در خونه رو زدن، ایشون رفتن در رو باز کردن، یه جوانی همون صبح زود وارد شد. ایشون یه میزی داشت، پشت میز نشسته بود. جوان آمد نشست، عرض کرد آقا من از دانشجوهای دانشگاه رضوی مشهد هستم، صبح عیده آمدم محضر مقدس شما عیدی بگیرم، اما ایدی مادی نمیخوام، آمده از محضر شما یه رهنمودی بگیرم در این روز ولادت امیرالمؤمنین، یک ایدی معنوی میخوام. رضوان خدا بر او با. دیدم این جمله رو فرمود، فرمود خداوند متعال در قرآن مجید 83 یا 84 مورد اتقوا الله فرموده. اتقوا الله، اتقوا الله. اینقدر که در قرآن امر به تقوا شده، امر به هیچ چیز دیگه ای نشده. این معنا داره. انسان وقتی تقوا پیدا کرد، اخلاقش رو اصلاح میکنه، اعمالش رو درست میکنه، پیرامون گناه نمیره و لغزش تو زندگی ندارد وقتی تقوا پیدا کرد. گاهی در یک آیه شریفه خداوند متعال 2 مرتبه امر به تقوا کرده. این آیه رو اواخر سوره مبارکه حشر عنایت کنید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله. هر کسی نگاه کند ببیند برای فرداش چه کرده. اول امر به تقوا، بعدم امر به تقوا، وسط امر، دو تا امر به تقوا، نگاه کن، تجدید نظر کن، ببین اخلاقت رو اصلاح کردی، اعمالت رو درست کردی. 2 مرتبه امر به تقوا. برا ابن عازب میگوید رسول خدا آمدن کنار اون قبر، من هم آمدم. فجسا علا رکبتای، دیدم وجود مقدس پیغمبر اکرم این سرهای زانو رو گذاشتن روی خاک، یه قدری داخل قبر رو نگاه کردن. فبکا حتی
بلت الارض من دموعه، اون چنان پیامبر گریست که از اشک چشم رسول خدا زمین تر شد، یعنی قطرات اشک میریخ رو زمین. پیغمبر گریه کرد، قبر رو دید گریه کرد، اما نه از ترس مرگا. ببینید گریه برای چی بود. امیرالمومنین در یه بیانی میفرماید سزاوارترین کسی که انسان بایستی براش گریه کنه کیه؟ فرمود خودتی، خودت برای خودت گریه کن. احق الانفس، سزاوارترین نفس ها، بالبکاء علیها نفسک، برای خودت گریه کن. میگوید رسول خدا گریست، من نگاه میکردم تو چهره پیامبر، قطرات اشک رو زمین میریخت. یه مرتبه سر مبارکشو برداشت پیامبر، یک نگاهی کرد به اون اجتماعی که کنار قبر بود، این جمله رو فرمود، فرمود اخوانی لمثل هذا فاعدوا، فرمود برادران من خودتونو برای اینجا آماده کن. باور معاد برادرها انسان رو خلیق میکنه. این مبانی اعتقادی اخلاق رو بایستی در خودمون تحکیم ببخشیم. بلا یک پدر به فرزندش بگوید که بابا اخلاق تو خوب کن، این مثل یک قرص مسکنی میمونه. حرف پدر رو 10 دقیقه یک ساعت گوش میکنه، قرص همینطوره، مجدداً درد بر میگرده. این که خداوند متعال اول سوره مبارکه بقره میفرماید و بالآخرت هم یوقنون، مؤمنین کسانی هستن که به باور قیامت رسیدن. باور قیامت اون باور است که انسان رو مهار میکند، هر سخنی رو نمیگوید، هر نگاهی رو نمیکند، هر چیزی رو نمیشنود، هر لقمه ای رو نمیخورد، هر عملی رو انجام نمیدهد. این باور است که انسان رو اینطور میکند و انسان بایستی به این باور برسه. روزای اول بعثت پیامبر، روزای اول بعثت، پیغمبر خدا اقوامش رو جمع کرد، خیشانش رو جمع کرد، دو تا کلمه با اینها صحبت کرد، فرمود ان الرائد لا یکذب اهله. رائد پیشرو رو میگن، سابقا قافله کاروان که تو مسیر میرفت یه کسی رو میفرستادن جلو ببینه کجا آب سبز است، به درد میخوره قافله فرود بیاد، میرفت جلو ارزیابی میکرد، یه بعد اطلاع میداد مثلا فلان نقطه، اونو میگن رائد. ان الرائد لا یکذب اهله، رائد به اهلش دروغ نمیگه. معمولا کسی رو میفرستن که آدم سالمی باشه، آدم ثقه ای باشه. فرمود من اگر به شما بگویم پشت این کوههای مکه یک سپاهی آمده میخواد با شما به جنگ، میپذیرید؟ گفتن بله، ما شما رو امین میدونیم، شما رو راستگو میدونیم. فرمود بدانید قیامت هست، قیامت هست، معاد هست، حساب هست. چون یکی از مشکلاتی که مردم مکه داشتن متاسفانه این بود، خدا باور بودن، خدا رو قبول داشتن، مردم مکه بت پرست بودن، اما میگفتن و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، میگفتن ما این بت ها رو میپرستیم به خدا نزدیک بشیم. ولی معاد باور نبودن، لذا فساد اخلاقی که در اونها بود، جنگ و خونریزی و ظلم و تجاوز،
به خاطر اینکه معاد باور نبوده. استخون پوسیده رو میوردن پیش پیغمبر میگفتن من یحیی العظام و هی رمیم. استخون پوسیده رو کی زنده میکنه؟ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا و ربی لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم و ذلک علی الله یسیر. قطعا قیامت هست. اگر انسان به این باور رسید، عزیزان من، سعی میکنه تو زندگی خلیق بشه. لذا امیرالمومنین از این فرصت استفاده کرد. سپاه چندین هزار، میگن سپاه عراق قریب 100,000 نفر بودن، همینو پشت سر حضرت ایستادن. از این فرصت حضرت استفاده کرد. السلام علیکم یا اهل الدیار الموهشه والمحال المغفره یا اهل التربه ای اهل خاک یا اهل الوحده یا اهل الغربه انتم لنا فرت سابق و نحن لكم تبع لاحق. شما جلوتر از ما رفتید. پیغمبر خدا هم اینطور سلام میکرد به اموات، میفرمود السلام علیکم یا اهل الدیار، انتم فرت و نحن لكم تبع، یا میفرمود انا انشاءالله بكم لاحقون. فرمود شما جلو افتادید، ما هم به شما میرسیم. این قافله است دیگه، برخی زودتر برخی دیرتر. گرگ اجل یکا یک از این گله میبرد، این گله را ببین که چه آسوده میچرد. هر روز انسان میاد بیرون میبینه عکس کسی کنار دیواره. انسان‌هایی که معاد باورن اینطوری هستن، معاد باورها اینطوری هستن. برابر این، اون چیزی که انسان رو خلیق میکنه باورهاست. بایستی سعی کنیم عزیزان، خصوصا جوانهای عزیز، باورها رو در خودتون تقویت کنیم. شیوه تقویت باورها دو راهه، دو طریق برای تقویت باورهاست. ما گاهی وقتی ناتوان میشیم میریم سراغ غذاهایی که ما رو توانمند بکنه، یا حبها و کپسولهایی که به ما نیرو ببخشه. شیوه توانمندی باورها یکی تفکره، تفکر، اندیشه. قرآن میفرماید قل انما اعذکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا. یک پند، یک موعظه، قیام برای خدا بکنید، سپس بیندیشی. اندیشه انسان رو گاهی مسیر زندگیش رو تغییر میده، مسیر زندگی رو عوض میکنه. انسانهایی که گاهی 180 درجه تو زندگی تغییر مسیر دادن، اینا در اثر همین تفکر و اندیشه بوده. لذا خدای متعال در قرآن مجید امثال هم که ذکر میکنه میفرماد و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. ما این مثال ها رو زدیم برای اینکه شما بیندیشید، فکر بکنید. امیرالمومنین سلام الله علیه هم تو این حالت کنار قبرستون کوفه میخواد این افرادی که ذهنشون جای دیگه است متوجه جای دیگه ای بکند تا اصلاح بشن. بعد خطاب کرد به مردگان قبرستان کوفه، فرمود دنیا هیچ خبری توش نیست، هیچ تازه‌ای تو دنیا نیست. اما دور و فقط سکنت، اما الازواج و فقط نکهت، اما الاموال و فقط قسمت. خونه ها رو دیگران گرفتن، اموال رو تقسیم کردن، تمام شد.
اینا امور اعتباریه، یه روز مال منه، فردا مال کسی دیگه است. قرآن میفرماد و تلک الایام نداولها بین الناس، امروز دست اینه، فردا دست کسی دیگه. این کاخ که میبینی گاه از تو و گاه از من، باقی چون نمیماند خواه از تو و خواه از من. گردون که نمیگردد بر کام کسی هرگز، گیرم که تواند بود مهر از تو و ماه از من. فرمود دنیا خبری توش نیست، خبرای دنیا همینه، مالها رو تقسیم کردن، خانه ها رو دیگران ساکن شدن. هذا خبر ما عندنا، این خبری است که پیش ماست. ثم التفت الى اصحابه، برگشت حضرت. تا اینجا خطاب به مرده ها بود، درس داد. با این خطاب به اصحابش، التفت الى اصحابه، برگشت رو به سپاه کرد، یه جمله ای فرمود. من تقاضا میکنم این جمله رو عنایت بفرمایید، محصول مطالب اگه همین باشه کافی. فقال اما لو اذن لهم فی الکلام لاخبروکم ان خیر الزاد التقوا. فرمود اینا اجازه حرف زدن ندارن، اگر اجازه داشتن. نمیفهمد اینا نمیفهمند، میفهمد اجازه نده. این نکته لطیفی است. این مرده ها شنواتر از ما هستند. رسول خدا کنار قلیب بدر، اینا عامه و خاصه نقل کردن، همه کنار چای بدر که کشتگان کفار رو ریخته بودن تو اون چاه، آمد ایستاد، شروع کرد با اینها حرف زدن، با جسدهای کفار، با ابو جهل، عتبه، شیبه، ولید ابن عتبه. فرمود انی وجدتم ما وعد ربی حقا، هل وجدتم ما وعد ربکم حقا. خدا هرچی به من وعده داده بود من بهش رسیدم، خدا وعده نصرت داده بود من پیروز شدم. آیا شما رسیدید به اونچه که خدا بهتون وعده داده بود؟ یک کسی اونجا گفت یا رسول الله، اینا که نمیفهمن، که اینا جان نداره، اینا گوشت و پوست و استخوان بی جانن، بو گرفتن، بوی تعفن گرفتن. فرمود ما انتم به اسمع منهم، این گوش شما از اینا شنواتر نیست. ولکنهم لا یقدرون علی الجواب، اینا پاسخ نمیدن، اما گوش شما از اینا شنواتر نیست. تا اینجا امیرالمومنین با اموات صحبت کرد، بعد برگشت فرمود اما لو اذن لهم فی الکلام لاخبروکم ان خیر الزاد التقوا. اگر به اینا اجازه سخن داده میشد به شما میگفتن اینجا بهترین توشه تقواست. اگر انسان تقوا داشته باشه اخلاقش هم خوب میشه. مبدع این تقوا و اخلاق خوب ایمانه، ایمانم با معرفت میاد. اگر انسان اون معرفت لازم رو داشته باشه به دنبالش ایمان میاد، به دنبالش تقوا میاد، اخلاق پسندیده میاد. خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت کند که ما بتوانیم خودسازی کنیم. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم. علیکم انفسکم، یک ترجمه روانی اگر از این آیه شریف بخوایم داشته باشیم این علیکم انفسکم یعنی انسان مؤمن خودتو دریاب، جل خودتو از آب بیرون بیار، خودت رو نجات بده. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، خودتون رو نجات بدید. و نجات در همینه که عرض شد، عرض کنم که ضبط کنید در حافظتون، معرفت، شناخت درست، ایمان، به دنبال ایمان اخلاق خوب، تقوا، عمل صالح، اینا انسان رو میرساند به
جنت المعوا. به تعبیر آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه تو یکی از خطب نهج البلاغه فتدافعته الابواب الى باب السلامه، انسان رو میرسونه به اون در سلامت. از خدای متعال میخواییم، خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت کند که ما بتوانیم در امر خودسازی و سپس به دیگران خدمت کردن، دیگران رو ارشاد کردن موفق باشیم. یا ربنا